زمانی که به دلایلی نظیر تقیان رودخانه ها جاری شدن سیل و غیره راهها ها مسدود می شوند تنها راه رساندن دارو به نقاط دوردست از راه هواست جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا از پروژه آزمایشی استفاده پهباد در رساندن دارو به نقاط دوردست در رواندا گزارش می 3 <laughs> در ماه آینده هواپیماهای بدون سرنشینی بر فراز آسمان رواندا به پرواز در خواهند آمد که حامل بسته دارویی برای کلینیک های دوردست هستند. بسته دارویی در این هواپیما بارگیری شده است. در این محفظه آن را جا می دهی. در آن را می بندی و قفلش می برای پرواز آماده است. این پهپادها توسط شرکت زیپلاین در کالیفرنیا ساخته شدهاند. داروها از شرکت واکسنسازی سازی گوی ارائه شده است. هزینه ی این پروژه توسط بنیاد یو بخش خیریه زیرمجموعه ترابری پستی یو پرداخت می شود. ما عمیقا به زنجیره رساندن بستایی پستی اعتقاد داریم زیرا که چنین زنجیره قابل اتکایی موجب زنده ماندن مردم می شود. بنابراین با همکاری دیگر شرکت ها و خیریه های جهان سعی داریم که زنجیره رساندن بستایی حیاتی را زنده نگاه داریم. این پهپادها می توانند حدود 1.5 کیلوگرم بار را تا مسافت 120 کیلومتری حمل کنند. این پرنده ها مسیر پرواز پیش برنامه ریزی شده را طی کرده و به مبدع بر می هدف اصلی این پروژه ساده سازی آن در حد سفارش پیتزاست. یعنی پزشکان و پرستاران دستور دریافت خون و دیگر داروها را می دهند و مرکز با دریافت سفارش آنها را آماده می کند و در قسمت بار پهباد قرار داده و آنها را ارسال می کند. این مسئله زمان دریافت را نسبت به ارسال آن توسط بالگرد بسیار کاهش می دهد. همچنین شرکت های زیپلاین و یو پی اس قابل اعتماد بودن این روش را با هر بار تحویل و برگشت ارزیابی می کنند. نتایج آنها به تصمیمگیری اداره هوانوردی فدرال درباره مجوز دادن به چنین پهپادهایی کمک می کند. با ارائه ست هزار ساعت اطلاعات پروازی که نشان می دهد که این گونه پهپادها ها درست عمل کردند اداره هوانوردی فدرال می تواند با شتاب بیشتری فرایند مجوز داده و به استفاده از چنین راه بوری در آمریکا کمک کند با همکاری دولت رواندا زیپلاین امیدوار است که بتواند روزانه با استفاده از این پهپادها ها 150 محموله پزشکی تحویل دهد